أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. دوستان نهایت عزیز، علاقمندان برنامه بیان و درس قرآن کریم، رسیدیم به ترجمه اولین آیت از اولین سوره قرآن کریم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكرر ياد كرديم. الحمد هما سنا وصفات هما صفات نيك سنا خير بركي هست لله خاص بري الله هست. الحمدلله، همه ستایش و سخن و نیک و توصیف کی سزاوارش است؟ خاص الله. دلیل استدلال میکنه خود الله، رب العالمین، بخاطر ازی که الله رب است، پروردگار و تربیه کننده العالمین، همه عالم است. فشرده از این آیت اطور میشه که تمام صفات خیر تنها به الله است، به دلیل از این که الله همه عالم را تربیه میکنه، زیر تربیه گرفته، تربیت کرده. لغات کلمه حمد، یکی حمد است، یکی هم شکر است، یکی هم مدح است. حمد تمام مواصفات خیر که بر زنده گفته شوه، ای را حمد میگوین، چون الله حی القیوم، همیشه حیات داره. به این خاطر اینجا کلمه حمد به کار برده شده. مدح هم از اصطلاحات عربی است که خیر گفتن، توصیف کردن را گفته میشه، ولی او هم برای مرده بیشتر میشه و برای زنده هم میشه، چون کوتاه هست. نگفت که المدح لله. دیگه چی دی؟ ما شکر داریم. وقتی که ما شکر میگوییم، شکر هم به معنای ستایش و به معنای صفت است، ولی شکر میشه که تو صفت میکنی یک آدم را، او اهل صفت نباشه، ولی تو ادو شاکر هستی. به این خاطر یه شکر نگفت که شکر لله. چرا؟ خود معنای لغوی معنای نقص داره، و شکر در برابر در عوض نعمت می باشه. تا زمانی که کسی احسان نکرده باشه، تو یه شکر نمیکشی، شکر نمیگویی. پس در کلمه حمد عظمت وجود داره. به این خاطر حمد در اینجا گفته شده. پس معنای حمد در اصلش اثبات تمام نیکی‌ها و خیر و نفی تمام بدی‌هاست. ایره الحمد گفته میشه.
معنای رب، رب در قرآن استعمال بسیار داره، بسیار استعمال شده. معانی خلص ازی در چند چیز میاید. یکی به معنای مالک، فلیعبدوا رب هذا البیت، سوره لیلاف. رب به معنای سید و پادشاه و رئیس که بیشتر استعمالش در سوره یوسف علیه السلام است، که در یکی از آیات قرآن میست که وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي. وقتی که زلیخا از یوسف علیه السلام مطالبه میکنه، دروازه ها را میبنده، یوسف علیه السلام میگه که معاذ الله انه ربی احسن مثوایا. منظور از ربی پادشاه است که پادشاه بر ما بسیار خدمت کرده، ما چرا بر فامیلش خیانت بکنم؟ یا ایست که وقتی که او بندی ها خلاص میشد، برای یکی از او بندی ها که نجات پیدا میکرد، برش گفت که وذکرنی عند ربک، مرا پیش بادار مساعدت مرا یاد بکنی. یعنی کلمه رب این جا بیشتر بر سید اطلاق شده، ان تلد الامت و ربتها، اینجا معنای سید آمده. و کلمه رب به معنای مصلح، اصلاح کننده، به معنای مسلط، ای معانیش است. ولی در اصطلاح که خود معنای لغوی بیشتر به تربیه است، ایطور میگه که تفسیر بیضاوی تقریبا نوشته میکنن به اصطلاح که رب چه معنا؟ تربیه کردن، اصلاح کردن یک چیزی به ترتیب تا که به حد کمال برسه. اصلاح، خوب ساختن، کم کم، تا کدام وقت؟ تا وقتی که به حد کمال برسه. هر کسی که یا هر چیزی که به می شکل برنامه را طرح میکنه و تطبیق میکنه، او را به نام رب معنای لغویش گرفتین. بیشتر که اطلاق عزیست، رب به معنای ربوبیت، یعنی که الله خالق و مالک و متصرف همه کائنات است، معنای رب شد. معنای عالمین، علمای تفسیر و خصوصا اهل لغت عالمین را دو دیدگاه دارند. یک دیدگاهشان است که عالمین از علم است. علم نشانه را هم گفته میشه و در اصل لغتش، معنای لغویش، به یک جماعت اطلاقش میشه. مثلا میگیم که عالم ملائک، عالم حیوانات، عالم جن، عالم انس، اینطور اصطلاح ما شمامی است. یعنی به یک قشر اطلاق میشه. دیگه از علمام اینطور میگن که از علم است، ماده اصلیش علم است. منظورش این میشه که رب العالمین، یعنی الله پروردگار اهل علم است. از کی؟ از ملائک، جن و انس. جن و انس و ملائک اهل علمش یک جای کرده، به خاطری که اهل علم فضیلت خود را دارند.
در سوره آل عمران هم میگه که شهد الله انه لا اله الا هو و اوتو العلم والملائکه و اوتو العلم. ملائکه و اوتو العلم در اینجا قرآن یک جای ذکر کرده. وقتی که اهل علم گرفت دیگر آخو خود به خود میان. و اهل لغت بیشتر گپشانمی هست که عالمین ای که اصطلاح عام شده که بجز الله را عالم گفته میشه، یا از لحاظ لغت میگن ای اشتباه هست که ای تو اصطلاحش نمیشه، اگه اشتباه هست. عالم یک بخشی از مخلوقات الله را گفته میشه، معنایش این میشه که هر بخش از مخلوقات الله دلالت بر الله داره، کلش خدا را داره. ولی دقیقش ظریف شبیه که عالم ملائک دلیل بر قدرت الله، عالم حیوانات دلیل بر قدرت الله، عالم نباتات دلیل بر قدرت الله، عالم انسان دلیل بر قدرت الله. ای اهل لغت است که استعمال عالم را دارند. وقتی که ما در قرآن کریم مراجعه بکنیم که قرآن چه استعمال کرده ایره، در قرآن کریم 73 مرتبه عالمین استعمال شده. در این استعمالش ببینیم که چند استعمال مشهور داره. یک در سوره بقره، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. الله برای بنی اسرائیل میگه که من شما را فضیلت دادیم بالای عالمین. منظور از عالمین چی میشه؟ بالای ملک است نی، بالای جن است نی، بالای انسان است. در یک مقطع زمان بالای کل انسان نیست، بالای ما فضیلت نداره، کرامت پیامبر فضیلت داره. پس اطلاق عالمین در یک مقطع زمان تنها بالای انسان. ببینیم قرآن کریم استعمال دیگیش که داره در سوره طه، در سوره شعرا، فرعون موسی علیه السلام را مخاطب قرار میده. وقتی که موسی علیه السلام او را دعوت میکنه به دین، باز فرعون میگه که و ما رب العالمین. اما رب العالمین چی هست؟ این مطلب فرعون که رب العالمین خم است. و ما رب العالمین؟ موسی علیه السلام میگه که رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم موقنين، رب السماوات والارض. آیت بعدیش این در اونجا منظور از عالمین مشرق و مغرب را، آسمان و زمین را شامل میشه، عام کائنات است. اطلاق قرآن. یا وقتی که ما بریم به طرف سوره فرقان، اول سوره فرقان میگه که تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. این قرآن نذیر است. تبارک الذی نزل الفرقان، نزل الفرقان، ذاتی الله برکت دهنده است که قرآن نازل، فرقان یا قرآن نازل کرده تا که بیم دهنده بر عالم باشه. عالم مخاطب قرآن کیست؟ انسان و جن است. پس اینجا در سوره فرقان مصداق عالمین تنها انسان و جن میشه. در آیت دیگه در سوره شعرا لوط علیه السلام
با مردم، با قوم خودش، با مردم خودش وقتی صحبت میکنه اونها را سرزنش میکنه به عمل بدشان، میگه که اتأتون ذکران من العالمین، اتأتون ذکران من العالمین، آیا شما هم جنسگرایی با قشر مرد دارین، علاقمندی با مرد دارین؟ اینجا عالمین تنها مخصوص میشه برای مرد، برای قشر جوانش، پیران میکشه، طفلان میکشه، زنان میکشه، تنها و تنها اطلاق قرآن به ارتباط میگره به نوجوانا و جوانا. خب در خودی سوره که ما شما قرار داریم که العالمین، امو اطلاقی که ما بگیریم از لحاظ قرآن کریم، اطلاقی که در سوره شعراء استعمال شده که او رب السماوات والارض رب المشرق والمغرب، معنایش که عام موجودات کائنات را ما بگیریم، شاید این اطلاقش خوبتر و بهتر باشه. پس این بود معنای لغوی از حمد، از الله رب و عالمین. فشردیش هم عرض کردیم که ثنا و صفت برای اللهی که ای الله پروردگار همه مخلوقات، موجودات یا کائنات است. مطالبی که در اینجا موجود است، مطلب اول ای سوره حمد، ای نامش چی هست؟ نامای از ای سوره مبارک فضیلتش چیست؟ ارتباطش با اعوذ بالله بسم الله چیست؟ ارتباطش با آخر قرآن چیست؟ و چرا ما الحمد میگوییم؟ چرا باید بگوییم؟ اولی که این سوره مبارک را که میگوییم که الحمدلله، اصلا در قبل از یک جمله تقدیر است و ایست که قولو الحمدلله، شما الحمدلله بگوین. چرا؟ دلیل در سوره نور و در سوره اسراء اطور بر ما قرآن بیان میکنه که تسبح له السماوات، تسبح له سبع السماوات، و در سوره نور و ام من شیء الا یسبح له ولكن لا تفقهون تسبیحهم، معنای چیز که برای الله همه کائنات، همه موجودات حمد الله را میگویند، بنان قولو، انسان تا حمد الله را بگو، الله به تو ضرورت نداره. چرا کائنات او را تسبیح میگه؟ و این من شیء الا یسبح بحمده، تسبح له السماوات السبع والارض، همه آسمان و زمین بر الله تسبیح میگه، تو هم مخلوقش هستی، بناء قول و الحمد لله بگوین. اگر ما نگوییم گوینده زیاد داره، به موتو الله ضرورت نداره، نه به نماز ما، نه در حمد ما، نه در تسبیح ما، در هیچ چیز ما الله ضرورت نداره. ما تو ضرورت داریم، ما تو دیگه خدایی نداریم. خدا بنده های داره، تسبیح گویان داره، ولی ما تو غیر ذات الله، اگر دروازه خود را ببنده، رحمت خود را ببنده، ما تو دیگه هیچ خدایی نداریم ما. بنابری برای ما امر شده که ما الحمدلله بگوییم. چرا امر نشده که سبحان الله بگوییم؟
الحمدلله بر ما گفته شده در آغاز قرآن. در الحمدلله یک معنا اثبات و نفی است، عین معنای کلمه است. و فشردی اعوذ بالله و بسم الله است. در اعوذ بالله براءت و بیزاری بود از شیطان، در بسم الله استعانت خواستن به الله اثبات بود. الحمدلله اردوش است. معنایش این میشه که وقتی ما بگیم که الحمدلله، یعنی تمام صفات پسندیده را بر ذات واحد حقیقی الله ثابت کردیم، وقتی که بردی ثابت کردیم، معنایش این میشه که به غیر الله چنین صفت نیست و غیر الله وجود نداره، الله واقعی. ام نفی شد ام اثبات شد. در کلمه سبحان الله چی هست؟ تنها نفی است. وقتی که ما گفتیم سبحان الله، یعنی الله از تنا از همه عیوب بری هست، پاک است. بخش نفی را گپ زدیم، بس نفیش صحبت شد سرش. وقتی که نیست گفتیم، نیست از خلاص دیگه، نیست دیگه چیز با سر است گفته نمیتونیم. به می خاطر پیامبر علیه السلام هم عجیب تعبیری کرده، میگه که سبحان الله، یا به روایت دیگه التسبیح نصف المیزان والحمد لله تملأه. بعضی روایات حدیث الحمد لله تملأه و سبحان الله نصف المیزان، یعنی ثواب یک مرتبه گفتن سبحان الله نیم ترازوی تو پر شد. اگر تو الحمدلله گفتی، کل ترازو پر است. بدگیش که اول با الحمدلله را میگو که با گفتن الحمدلله ثوابش کل ترازو، سبحان الله نیم ترازو، بخاطری که الحمدلله مکمل است، نفی اثبات است. و در سبحان الله تنها اثبات است، تنها نفی است. بس به می خاطر در اینجا الحمدلله انتخاب شده. با الحمدلله و با اعوذ بالله و با بسم الله ارتباط ازی بیشتر است که اعوذ بالله ما به الله پناه بردیم و نفی کردیم شیطان را که ما را خداوند از شر شیطان نجات بده، از عادت شیطان نجات بده، از خصلت شیطان ما را نجات بده. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما بسم الله یک معنایش کمک خواستن است، یعنی کمک کو ما را یا الله به برکت رحمانیت و رحمیتت ما را کمک کو از شر آتش جهنم، از شر شیطان، به فعل به هر نوع فعل خیر تو ما را کمک کو. و جالبش همی که بسم الله 19 حرف داره، پیردارای جهنم هم 19 نفر است. 19 فی سوره مدثر. علما میگن کسی که بسم الله بگو، یعنی کمک بخواه از الله، خداوند از جهنم و پیردارای شیر نجات میده. پس اعوذ بالله و بسم الله را که خواندیم، فشردیش میه که الحمدلله ذاتی که وجود داره که دشمن مرا میکوبه، مرا از دشمن نجات میده. بسم الله ذاتی که مهربان و رحیم است مرا کمک میکنه. الحمدلله. پس برای نمی ذات ثنا و صفت گفتن بهتر است. مطلب دیگه است، اول در شریعت اخلاق است، عقیده است. به می خاطر آغاز شده که الحمدلله، یعنی ای مسلمان همیشه سخن خوب بگو. و پیامبر علیه السلام میگه که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت، یا گپی خوب بزن یا چوب باش. و آغاز قرآن هم بچی شده به الحمدلله، یعنی گپی خیر همیشه بزنید.
درجه بخير موضوع ديجيس رب العالمين تربيه مطرح است. تربيه آغاز قرآن به تربیه شده است که الحمدلله رب العالمین و آغاز نزول به قرائت شده. به میخواد در شریعت اول تربیه با تعلیم است. قرآن کریم اولش به تربیه است، یعنی رب العالمین، یعنی شما عملا به گفتارتان، به عملتان، به کردارتان شما مردم را میتونین تربیه کنین. و ای تربیه کردن یک اصل است و تربیه کردن اساس است. و اگر شما تربیه کردین، هر قدر مردمی که به خاطر درس تو و تربیه تو سالم میشه، اصلاح میشه، بر تو اجر است، بر تو پاداش است. مطلب دیگه در آیت هم است که تربیه شامل همه مردم است، حتی شامل حیوانات است، شامل نباتات است. ما اگر خواسته باشیم که حاصل خوبتر بگیریم، نتیجه خوبتر ما بگیریم، اینجا ضرورت است که ما باید دست به تربیه بزنیم. دست به چی؟ به تربیه سالم. و تربیه سالم مرکزش اصلش قرآن کریم است. و تا زمانی ما اسلوب قرآن یاد نداشته باشیم، معنا و محتوای قرآن کریم را نداشته باشیم یاد، ما نمیتونیم که تربیه سالم داشته باشیم. از الحمدلله رب العالمین تربیه سالم هم برای ما و شما درس است. دیگه درسی که ای الحمدو حامد کیست، محمود، و چه وقت حمد بگوییم، این مطالب دیگه و ای که فضائل سوره فاتحه به درس بعدی باشه انشالله. حیات بود به درس بعدی. پیرامون عزیزم صحبت خود داشتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.